به نام خداوند پاک و بی‌نیاز، سلام بر همگی شما عزیزان، روزتان بخیر. امیدوار هستم که امروز که روز پنجشنبه هست، اخیر هفته است، با خوبی و خوشی آغازگر شده باشین و بتونین که پر دستاورد هم به پایان برسانین و یک هفته تمام که پیش رو دارین از امروز برش برنامه‌ریزی بکنین به گونه دقیق تا بتونین که موفقیت ها را از آن خود بسازین. امروز هم خوشبختانه در کنار شما عزیزان هستیم در برنامه رسم زندگی، موضوع صحی که روزهای پنجشنبه انتخاب میشه امروز هم مد نظر گرفته شده. به خاطر صحتمندی شما عزیزان و دوست داریم که شما هم توسط پل‌های ارتباطی برنامه رسم زندگی با ما در ارتباط باشین. 488 بعد از او کلید 47 اختصاص پیدا میکنه به پیام‌های صوتیتون در کنار 0220-2093 شماره تماسی که شما رو مستقیما با برنامه وصل می‌سازه و همچنین رخنامه یعنی صفحه فیسبوک ما هم در اختیارتان هست. در صورتی که صفحه ما رو فالو بکنین، یعنی تعقیب بکنین، میتونین که موضوعات دریافت بکنین، از این طریق پیام‌هایتون بر ما ارسال بکنین و شریک باشین در صحبت‌های ما. موضوع که امروز انتخاب شده برمیگرده به زردی سیاه یا هپاتایت که موضوع خیلی مهمی هست. به گونه عام همگی ما به نام زردی سیاه میشناسیم. عواملش برمیگرده به چی و راه حل، تشخیص، تداوی تمام موارد صحبت میکنیم. اعراض و علائمش چگونه میتونه باشه، در ارتباط با تمام این موارد میشنویم از جناب دکتر قیس نیکزاد، متخصص امراض داخله و استاد دانشگاه طبی. صحبت های بیشتر واگذار میکنیم و دکتر گرامی وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام به شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون خورشید که میکنون به صورت زنده و مستقیم ما را تماشا میکنن. امیدوار هستم از بحثی که امروز میداشته باشیم جنبه های خوب و مثبت را برداشت کنیم ان شاء الله. صحبت ها را آغاز میکنیم از خود هپاتایت یا زردی سیاه که نوعی از هپاتایت میتونه باشه. میخوایم در موردش معلومات کافی را شما بشنویم. خب وقتی که در مورد هپاتایت صحبت میکنیم، هپاتایت خودش مفهومش به این است که التهاب کبد یا جگر، یعنی هر آن پروسه که باعث شود تا جگر که یکی از اعضای فوق العاده مهم و حیاتی را در عضویت ما تشکیل میده، وظایف بسیار خوب و عمده اجرا میکنه، هر پروسه‌ای که باعث شد تا می جگر التهابی شوی، اینه میره به نام هپاتایتس میگن. یکی از اون جمله عوامل عمده که باعث ایجاد هپاتایتس شده میتونه، خصوصا جوش و یزی در جامعه ما فوق العاده روز به روز رو به افزایش هسته و ما به بسیار جهت مبارزه از مواجه هستیم، عبارت از وایرال هپاتایتس است، یعنی التهاب جگر و التهاب کبد که از باعث نوع مشخص از ویروس ها به وجود آمده باشه. تمام میکروب ها نمیتونه که جگر را مصاب بسازه، فقط عوامل عمده که باعث ایجاد التهاب کبد میشه چند ویروس محدود است که عبارت از ویروس هپاتایت ای، بی، سی، دی، ای و جی. جی نوع جدیدش است که فعلا تازه در کتاب ها شامل شده. از این جمله انواع هپاتایت ها نوع بی، نوع سی و نوع دی یک ذره خطرش بیشتر هست به خاطر که از شکل حاد به شکل مزمن میره. هرگاهی که هپاتایت کمتر از 6 ماه دوام کنه، اینا ما میگیم به نام شکل حاد، و در صورتی که دیوریشن یا دوام از بیشتر از 6 ماه باشه، بزیره به نام شکل مزمن میگیم. تمام انواع از این ویروس ها به شکل مزمن تبدیل شده نمیتونه، به استثنای هپاتایت بی که می زردی سیاه در جامعه مشهور هسته، هپاتایت سی و هپاتایت دی. و در صورتی که چندین نوع ویروس در نزد یک فرد به صورت همزمان موجود باشه، فرض میکنیم یک فرد هم ویروس هپاتایت بی را داره هم سی را داره، همو قدر خطر از این، همو قدر مزمن شدن از این و حتی تحولش به سرطان های کبدی بیشتر میباشه. عوامل دیگه هم وجود داره که باعث التهابی شدن جگر میباشه. به طور مثال یک فرد ممکن است که یک دانه تابلت پاراستامول التهاب کبد سریع در پیشش تحسس کنه و حتی به شکل سایه قوی باشه. یک پاراستامول در نظر هیچ فرد نمیآید، یک دوا به طور مثال ممکن است یک فرد ریاکشن بشه، ببینه که سریع اند نظرش بسیار زردی شدید تحسس میکنه. به این خاطر دواها ممکن است باعث التهاب کبد شوه. ویروس هایی که گفتم، یعنی دواهایی که بدون خودسرانه، دواهایی که به صورت خودسرانه و حتی دواهایی که بعضی اوقات با استفاده از نسخه گرفته میشه. فرض میکنیم یک فرد است که یک دوا یک دفعه یک عکس العمل ایدیوسینکراتیک پیشش به وجود اومده، یعنی با استفاده از گرفتن یک تابلت ممکن است کبدش مکمل به طرف ناکامی و عدم کفایت بره. بنابراین دوا چیز عادی نیست، باید بسیار با منطق بالا با یک استدلال و قطعی پیش مریض تجویز شود. در مورد اعراض علائمش هم بیشتر بفهمیم که زردی که شما از انواع مختلفش یادآور شدین که زردی سیاه که در بین همگی مشهور هست، چگونه اعراض علائم داره؟ هرگاهی که در نزد یک فرد هپاتایتس به وجود بیاید یا التهاب کبد به وجود میاد، بدون در نظر داشت از اینکه از باعث چی به وجود آمده، ولو از باعث الکل به وجود آمده باشه، ولو از باعث دوا به وجود آمده باشه، ولو به طور مثال از باعث امی ویروس ها به وجود باشه، دریافت های کلینیکی مشابه می داشته باشه. یعنی دریافت های کلینیکی در نزد یک فردی که التهاب جگرش از باعث الکل به وجود آمده با یک فردی که با التهاب جگرش از باعث یک ویروس به وجود آمده مشابه است، تغییر نداره. دریافت های کلینیکی پیش مریض چیست؟ متاسفانه در مرحله ابتدایی دریافت های کلینیکی قدر سیگنیفیکانت وصفی نمی باشه. مریض فقط به طور مثال از تغییر در حالت خود رنج میبره، یعنی چه رقم حالت مریض احساس کسالت می داشته باشه، خستگی می داشته باشه، بیشتیای پیش مریض به وجود میآید. ممکن است به طور مثال اسهالات پیشان به وجود میآید و یا برعکس ممکن قبضیت پیشان موجود باشه، دلبدی پیش مریض به وجود میآید، استفراغات موجود می باشه، اکثرا مریضا تب می داشته باشن، احتراز از بوی سیگارت پیشان به وجود میآید. یک فردی که سابق بسیار به
سیگرت تمایل اشتیاق داشت، آل از سیگرت میخواهد دوری کنه. احتراز از سیگرت یکی از دریافتای کلینیکی مریضای هپاتایتیس است. در پلی ازو در مراحل پیشرفته ممکن پیش مریضا جاندیس یا زردی تحسس کنه، زردی پیش مریضا به وجود میآید و در پلی ازو ممکن است در ناحیه بطن یا شکم مریض، خصوصا قسمت علوی راست شکم یا بطن، ممکن دردناک باشه، حساس باشه. وقتی که ما دست بزنیم ممکن است پیش از اینا حساسیت در مساحه موجود باشه. و در مراحل پیشرفته اگه از حالت حاد به طرف مزمن بره، با دریافتهای بسا گسترده می داشته باشه که هر کدامش تهدید کننده حیات است. این علائم میتونه در تمام افراد به گونه یکسان باشه، مثلا تمام علائم دارن یا میتونه یکی از این علائم ها باشه و دیگر علائم در وجودش دیده نشه؟ خب اگر من یک فرمول مشخص برازی بسازم، هر فردی که به طور مثال سابق سالم بود، حالا فرض میکنیم با یک چیز مواجه شد، با خون چند روز پیش گرفته، یک پیچکاری کرده، یا به طور مثال فرض میکنیم یک مجامعت جنسی غیر مسئول پیشش اجرا شده، در پیشش اگر به طور مثال یک بی‌اشتهایی، کسالت، خستگی، ضعف، به طور مثال سستی عضلات، درد اینا تحسس میکنه، به زودترین فرصت باید مراجعه کنه تا یک بار امی هپاتایتاش یا اچ بی اس ایناشون باید چک شود، تا اینکه رول اوت شود و از نظر دور نمانه، تا خدای نخواسته از حالت حاد و حالتی که قابل جلوگیری واقع است به طرف مزمن نره. بله، شکل تشخیصیش میتونه چگونه باشه؟ مثلا اینا توسط خون میتونن معاینه را انجام بدن و تشخیص شود که آیا زردی سیا دارن یا همین هپاتایتس دارن یا ندارن، یا میتونه که از طریق های مختلف دیگه ای باشه؟ قبل از اینکه من در مورد معاینات تشخیصی از صحبت کنم، خوب منطقی خواهد بود که اول یک بار در مورد ترانسمیشن یا چگونه امی هپاتایت از یک فرد به فرد دیگه انتقال میکنه، به خاطر اینکه امی موضوع بسیار تشویش ساز در جامعه شده. بدون شک سه طریقه اساسی وجود داره که از طریق قضیه هپاتایتس بی یا وایرس نوع بی یا می اصطلاح معمولی که در بین مردم به نام زردی سیا مشهور شده، سه طریقه اساسی سرایت از وجود داره. نمبر اول عبارت از طریق خون و یا محصولات خون. به طور مثال یک فرد در سلمانی مراجعه میکنه، پل واس شد، به فرد دیگه که امی پل استفاده شوه، یا به طور مثال کسایی که به خاطر مسائل کوزمتیک و فیشن اینا به آرایشگاه ها مراجعه میکنن، همه از اینا ممکن است یک منبع انتقال وایرس باشه. نمبر اول بله طریق خون ملوث. دوم طریقی که هست او عبارت از طریقی مجامعت غیر مسئول جنسی هست. یک فردی که به طور مثال با یک فرد دیگه که مصاب هپاتایت بی از در صورتی که در تماس باشه، این وایرس از یک فرد به فرد دیگه انتقال میکنه. چرا وایرس در لغاب دهن، در افرازات سیستم تناسلی موجود هست و از این طریق به یک نفر دیگه ممکن است انتقال میکنه. به این خاطر شویی از این در جوامعی که مجامعت های جنسی غیر مسئول بیشتر است، ممرد مراتب زیادتر میباشه. و طریقی سومی که بسیار زیاد معمول هست و عبارت از انتقال از یک مادری که ملوث است در جریان ولادت به طفل نوزادش است. یعنی یک مادر اگه اچ بی اس داره، باید در 3 ماه آخر حمل یک بار مورد معاینات قرار بگیره و این باید تداوی شوه. اگر تداوی نشه، در جریان ولادت در صورتی که کدام خراشیدگی در طفل ایجاد شوه، ممکن امی هپاتایت بی یا زردی سیا از مادر به طفلش انتقال کنه. ادامه صحبت ها رو دکتر صاحب شما میشن و شما هم بیننده باشین. 0222993 هم در اختیارتون هست. اگر پرسشی داره یا مشکلی داره میتونه با دکتر صاحب در جریان بگذارین. بعد از میان برنامه خیلی کوتاه برمیگردیم. ادامه برنامه رسم زندگی هست. شما هم اگر پرسشی داره میتونید با دکتر صاحب در جریان بگذارین. مشکل صحی که برمیگرده به زردی سیاه و بعضی کسایی که فکر میکنن که زردی سیاه توسط لباس هم میتونه انتقال پیدا کنه، آیا این میتونه به گونه درست باشه یا نه؟ لحاظ معتبرترین مؤخذ طبی این موضوع تایید نشده، فقط افرازاتی که دو ممکن است از طریق ازی از یک فرد به فرد دیگه انتقال کنه، همون عموم به افرازات لعاب دهن است. در پلی ازو به طور مثال افرازات سیستم تناسلی به خصوص مایع منوی و افرازات محبلی است. مشخص ساخته نشده که به طور مثال از طریق لباس همین زردی سیاه از یک فرد به فرد دیگه انتقال کنه و این موضوعی هست که لحاظ معتبرترین مؤخذ طبی جنبه طبی نداره. بله، که بعضی کسا هم خانه یا تمام وسایل همو فرد مکمل جدا میسازن، به خاطر میگن این زردی سیاه داره به ما انتقال پیدا میکنه. تجهیز به اون شکل موضوع منطقی نیست، فقط هم سه طریقه اساسی که با استفاده از خون ملوث، با استفاده از سرنجایی که به طور مثال به شکل متکرر استفاده شود، از مادر به طفل نوزاد و از طریق مجامعت جنسی غیر مسئول عمده ترین طریقه سرایت است. ولی اگر احتیاط صورت بگیره دی ضرر فرد نمیکنه. بله، در مورد تشخیصش هم بگوین که از چه طریقی میتونن که اینا تشخیص بدن که آیا زردی دارن یا ندارن. هرگاهی که در نزد یک فرد همچون دریافتهای کلینیکی که من پیشتر به او اشاره کردم موجود آمد، اولین کاری که ما میکنیم پیش از این مریضا باید یک تست خون صورت بگیره. تست خون، با استفاده از تست خون اول ما تایید میکنیم که آیا موجود هست پیش یا نیست. مثلا مثال آیا یک آنتیجنی که به نام HBS هست، HBS های پیش از یا HBS موجود است یا نیست. هرگاهی که پیش از اینا HBS موجود بود باید تثبیت شود که آیا مثلا در حالت خفته هست، به حالت پیش
چوچوی است به عبارت عام در حالت چوچه دادن و تکثیر هست و اگر وایرس در حالت تکثیر باشد، در حالت به طور مثال انقسام باشد، در حالت پیشرفت باشد، این یک انذار خراب کلینیکی را نشان می‌دهد و موضوع قابل تشویش است. بنابراین بسیار از افراد وجود دارد که ممکن است زردی سیاه داشته باشند ولی در نزد تمام از اینا به شکل اکتیو یا به شکل فعال نیست. حالا همین فعال بودن و غیر فعال بودن از این ما چه رقم تثبیت می‌کنیم؟ به خاطر اینکه این موضوع بحث برانگیز در اکثر جایا هست. میگم من زردی سیاه دارم ولی زردی من غیر فعال است، یعنی چی مفهوم؟ دو فاکتور هست که به اساس از اون ما میتونیم تثبیت کنیم که در نزد یک فرد به طور مثال امی اچ بی اس یا هپاتایتی بی به شکل فعال است یا غیر فعال. یکی یک فاکتوری که توسط خون تثبیت میشه به نام اچ بی ای است. اگر در نزد یک فرد اچ بی ای مثبت میباشه، این دلالت به این میکنه که وایرس در حالت رپلیکیشن، در حالت انقسام است، در حالت پیشروی است و باید دوا بر مریض شروع شود. دو ماینی که بسیار زیاد وصفی و تثبیت کننده است، یک ماینی است به نام پی سی آر، ماینی گزاف فکر کنم 4 5000 افغانی میشه. این پی سی آر در ماشینای بسیار پیشرفته اجرا میشه و بر ما نشان میده که تعداد وایرس در خون به چه اندازه است. بله. و ما تداوی را بر اساس زمین عیار میکنیم. هرگاهی که در نزد یک فرد مون معیار تداوی را پورا کرده بود، دوا برای شروع میشه، در غیر از اون دوا جای نداره. به خاطر دوای از دواهای عادی نیست، هزینه بار است و بعض اوقات اگر در مرحله که استدباب نداشته باشه، برای اینکه مریض ممکن خوب نکنه، ممکن است خراب بسازش. بله. به این خاطر با استفاده از دو فاکتور که یکی عبارت از تثبیت دی ان ای با استفاده از پی سی آر یک نوع ماینی لابراتوری هست و با استفاده از اچ بی ما تایید میکنیم که به شکل فعال هست و یا به شکل غیر فعال. و نقطه دیگه که باید مورد بحث قرار بگیره او عبارت از بلند بودن سوی انزایمای جگر مریض است. در حالتی که پیش مریض هپاتایت موجود باشه، انزایمای جگر بلند میباشه، رنج نرمال از این تا به 40 است. ادامه صحبت را شما میشن دکتر سر تماس داریم. سلام، وقت شما بخیر. سلام خانم عزیز، سلام جیدگانت به دکتر سید محترمت. ممنونتان، سلامت باشین، بفرمایید. میشنین خواهر عزیز صدای ما را؟ اصلا که خود دارم یک سال هست، چیزای روحانی زیاد دلش کش نمی کند. هم خو کم داره، او را بعضی ها میگه زردی داره، بعضی ها میگه نداره. دکتر صاحب صدایتون میشنوند و اگر دکتر صاحب شما پرسشی دارین بفرمایید. خواهر گرامی، گاهی اوقات آیا شما طفلتون به یکی از متخصصین داخل اطفال بردین؟ بله دکتر صاحب بردم. بعضی دکترها میگه که زردی داره، درست است. بعضی ها میگه نه نداره، مشکل زردی نداره. شما خودتون چطور زردی دارین؟ خودم تا فعلا هیچ احساس نکردم ما زردی داشته باشم. فضل خدا جور است و تفلکم شیر نمیخوره جدا سایشیر. هدایت لازم براتون میداشته باشه. ممنونتون، لطف کردین تماس گرفتین و مشکلتون رو با دکتر صاحب در جریان گذاشتن. بفرمایید. ببینید، دریافت های کلینیکی زردی سیاه در نزد یک فرد کاهل نسبت به یک طفل که به طور مثال یک ساله هستن نه شکایت خود بر میتونه متفاوت تر هستن. بله. گرفتن به طور مثال نگرفتن سی دی یا به طور مثال طفلک هایی که نوزاد هستن و شیر مادر نمیخوره، ده ها بیشتر از ده ها علت به خاطر تثبیت هر کدام از این موجود میباشه. به این خاطر ترجیح میتونم که این خواهر گرامی ما، چون ما مریض ندیدیم، به یکی از دکتر صاحبایی که متخصص داخل اطفال هستن یک بار مراجعه کنه. این میگه مردم میگه، گپ مردم با گپی که به طور مثال طبابت میگه بسیار چیز مجزاتر است. یک بار اونا مراجعه کنن تا اینکه خدای نخواسته اگه پیش از این طفلک موجود باشد دیده شوه که در کدام گرید است، در کدام استیج است و نظر به این برای اینا اهتمامات لازم گرفته شود. ادامه صحبت ها برمیگردیم به این که از دواها هم یادآور شدیم و همچنان در کنارش میخوایم که از مشکل دیگر هم یادآور شویم که وقتی که همین مشکل پیشرفته میشه در این صورت چه مشکلات دیگری میتونه به بار بیاره در صورتی که تداوی نمیکنه و این خیلی سطحی میبینن. ببینین، هیچ حتی کوچکترین عرضی که در عضویت ما وجود به و از حالت نرمال خارج باشه، این موضوع قابل تشخیص است و باید علتش پیدا شه. بله. مثلا یک فرد هست 5 روز 4 روز است که سرش درد میکنه، باید علتش پیدا شوه. دیگه پشت از این نگرده که پاراسامول خورده برای درد تسکین کنه، باید علتش پیدا شوه. خب در مورد از اینکه چگونه تداوی از این مریضا صورت بگیره، تداوی از این مریضا یک معیار داره. معاینه پی سی آر پیش مریضا صورت میگیره در صورتی که تعداد کاپی های وایرس بیشتر از 10 به توان 5 یا 1 لک کاپی باشه یا بیشتر از 20000 اینترنشنال یونیت پر میلیلیتر که معیارهای لابراتوری است. اگر به این رنج رسیده باشه که دلالت به این میکنه که وایرس دیگه بسیار به حالت انقسام است و رشد خود داده است، در این حالت دوا استدباب داره با استفاده از 4 5 قلم دوایی که مشخص است تداوی از این مریض. ادامه صحبت ها رو دکتر صاحب شما میشن. فعلا تماس داریم. سلام خدیجه جان، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومده. بله سلام علیکم با شما. سلام بخ دکتر فر. ممنونتان خواهر عزیز، بفرمایید. مادرم زردی داره، زردی سیاه. پیش از اون زردیش فعال نبود، باز از اون که عملیات کرد که چه سفره خواهد زردیش فعال شد. حالا پیش دکتر بردیم، اندام بردیمش،
گفت دکترها گفتن که زردیش پیشرفته شد دیگه اش خراب کرد. حالا به دکتر بردیمش، باز گفتن که باز معایناتی که پیشه دکتر گفت که او اصلا سمورا گفته برین برشان بکنین دوام داده میشه، ایک اشتیاه نداره، ایک چیز نمیخوره، تو هر چیزم که میخوره پس نگردن. خواهی رامی پایشان تا رپندیده مانات... صدای مرا میشنویم؟ بله آشید هم شامپوندیده، دست پایشان پوندیده. ایتو بعض اوقات حالت شعوری خراب را به خود اختیار میکنن که گنگس و گل باشن؟ بله ها گنگس میباشه، ایتو اشتیاه نداره، غیر او یخ جغل دار یخ میخوره. براتان هدایت میتیم سیب. ممنونتان خواهر عزیز، انشالله که مادر جان هم زود شفایاب شن. بفرمایید. ببینین از امی هپاتایتیس ها که هست در ابتدا به دو بخش تقسیم میشه، که یکی عبارت است به شکل حاد از شکل مزمن. در شکل حادش باید تمام دریافت های کلینیکی در مدت 2 تا 3 هفته برطرف شود و اعظمیان بیشتر از 6 ماه باید دوام نکنه، نه انزایم های جگر بلند بانه، نه دریافت های کلینیکی پیش مریض بلند بانه. هرگاهی که در نزد یک فرد امی زردی بیشتر از 6 ماه دوام میکنه، این از مرحله حاد میبرایه وارد مرحله مزمن میشه. وارد مرحله مزمن که شو چگونه تغییرات پیش مریض ایجاد میشد، یک سلسله تخریبات در جگر به وجود میآید. نزد نرمال جگر که تمام وظایف اجرا کرده میتونه عموم کاملا از بین میره، یک فیبروز در ساحه به وجود میاد که فقط یک نسج است که ساحه را اشغال کرده. بله. امی حالت وقتی کمک پیشرفته تر که شوه ایره به نام سیروز میگن، سیروز کبدی. سیروز کبدی یعنی جگر در اوج است، جام است، وظیفه خود اجرا کردن نمیتونه، هیچ یک از وظایف خود اجرا کرده فعالیت که نتونست دیگه عضو اضافی است. و هرگاه امی سیروز پیشرفته تر شوه باز به طرف هپاتوسلولار کارسینوما یا سرطان های جگر میره. در مورد خواهر گرامی ما، هرگاهی که در نزد یک مریضی که زردی بود و گفتن که به شکل فعال است و در پلی از به طور مثال پیش مریض شکم پوندیدگی داشت، کم ایجاد شد که به نام تجمع مایع در جوف و بطن میگن، پوندیدگی در پای ایجاد شد، مریض به طور مثال شد مشکلات تنفسی. بله. پیدا کرد، شعورش خراب شد، یک حالت وخیم تر است، مریض باید به زودترین فرصت به یک از دکتر سیبا مراجعه داشته باشه. سلام طاهر جان، وقت شما بخیر. سلام سید، شما خوب است؟ بخیر هستید؟ ممنونتان، لطف دارین بفرمایید. تشکر، زنده باشید. گفتیم یک تفلک داریم دو ساله، هرچی که پیش دکتر سربا پیش متخصصین بردیمش چاق نمیشه، هر قسم میوه و هر چیز میتیمش همسندایش میگرده ایدین ها چارغلک میکنه، بسیار ضعیف است. در وقتی که اینا تولد شده بودن وزنشان چقدر بود محترم؟ 3 کیلو. مادرشان خوب است؟ جسامت اینا ایشان، یعنی مادرشان حالت نرمال را دارن؟ بله مادرشان خوب است. برای شما هدایت می داشته باشیم. ممنونتون جناب طاهر عزیزی که تماس گرفتن و مشکلتان با ما در جریان گذاشتن. بفرمایید دکتر صاحب، شما عوامل مختلف وجود داره که باعث گروت ریترد یا می تاخر رشد در یک طفل شده میتونه. ما به طور مثال 2 اصطلاح داریم، که یکی عبارت از پروسه رشد و دیگه عبارت از پروسه تکامل. پروسه رشد به طور مثال یک طفل وزن بگیره، قطع شوه، چاق شوه، ایتو مسائل. بله. و پروسه به طور مثال تکامل به این مفهوم که فعالیت های نرمال روزمره خود به صورت درست اجرا کرده بتونه. عوامل مختلف وجود داره. از پشت پرده تلویزیون به طور مثال بر ما قضاوت بسا مشکل است که به طور مثال چه چیز باعث میشه تا این طفلک وزن نگیره. اینا باید یک بار طفلشان از نزدیک مورد ارزیابی قرار بگیره، در صورتی که مشکلش پیدا شوه به اساس علت که باعث کاهش وزن در نزد طفلک شده، میتونیم که ما متداویش اجیز کنیم. علت ها میتونه متعدد باشه، بیش از 10 علت وجود داره که باعث کاهش وزن و کاهش رشد در طفل شده. بله دقیقاً. و میخوایم که در ادامه صحبت ها برگردیم که در حالت مزمن وقتی که میره سر رژیم غذایی گفتم میشه، داروهایی که برشون تجویز میشه در مرحله اول، این داروها مثلا به چه شکل میتونه باشه؟ توسط همین دارو تمام تداوی یا مراحل تداوی تکمیل میشه یا نه؟ هرگاهی که یک فرد در مرحله حاد قرار داشته باشه سرجان، هرگاهی که یک فرد در مرحله حاد قرار داشته، در این مرحله هیچ کدام تداوی مشخص ضرور نیست. فقط برای مریضا به طور مثال هیچ نوع دوا باید استفاده نکنن، خصوصا پاراستامول. پاراستامول در نظر هر کس عادی میاد بگم هپاتوتوکسیتریک درگ است، یعنی به این مفهوم دوایی که سمیت کبدیش از همه کده بیشتر است، ولی پاراستامول در نزد ما و شما بسیار زیاد چیز عادی میاد. بله ادامه صحبت ها رو میشنیم. با معذرت دکتر صاحب. سلام جناب عبدالبشیر، خیلی خوش اومدین. عبدالبشیر با معذرت. سلام. سلام بر شما، بفرمایید. از دکتر سه سوال داشتم که من یک تست کرده بودم، تست HBF. بله و این تست مثبت نشان داد و یک 2 دوره شربت پامر رو گرفتم. فعلا کسالت و بیشتایی دارم، یه سالای دوستان سال از دیگر. دکتر سه بودم نخواستم به این بارا مشوری شو بگیرم. بله بفرمین دکتر سبک از پرسش داره. منشال هدایت برتان می داشته باشین، شما بیننده ما باشین محترم. ممنون تون لطف کردین تماس گرفتن. بفرمایید.
بسیار جالب است که امروز بحث یک دفعه یک سو میره یک دفعه یک سو میره ما را خداوند توانایی بده که بحث کنیم در موردش. خب بزرگوار گفتن یک بیس پیشان مثبت بده و شربت هایی که وجود داره و شربت ها کدام ویژگی خاص نداره، فقط خاصیت آنتی اکسیدانت داره، مواد بتامسال سمیر قنسا میکنه، کدام شربت حالت خاص را نداره. پیش از این بزرگوار که اچ بی اس مثبت بوده به زودترین فرصت باید امی پروفایل خود را چک کنند. بر اساس پروفایل از اچ بی ای و معاینه پی سی آر صورت میگیره. اگر در معاینه پی سی آر شکل غیر فعال نشان داد و اچ بی شان پیشان منفی بوده، این قدر انذار خراب را نشان نمیده و بر مریض هدایت لازم باید داده شود. در صورتی که در حالت پیشرفت باشه، بازو مورد کاملا در لیست جداگانه قرار میگیره، دوا بر مریضا شروع میشه و هدایت لازم برشان داده میشه. دوای از اینا از یک سال گرفته تا به 5 سال ممکن است که ادامه داده شود. بله، ادامه صحبت رو برمیگردیم به داروهایی که استفاده میشه در حالت حاد. بله، در مرحله حاد گفتم تداوی مشخص ضرورت نداره، مریض از دواها قطعا باید استفاده نکنه، استروئید پیش مریضا داده نشه، مورفین که به خاطر تسکین درد است مریضا رو ممکن عمیق بسازه، فقط بر مریضا به طور مثال تجریدش لازم نیست که در اتاق جداگانه پرتیم قفل کنیم دروازه رو دیگه بخیر تجرید شوی لازم نیست. مریض میتونه نرمالا با فعالیت های فیزیکی خود ادامه بده، غذاهای بسیار قوی برش باید داده نشه، پروتئین قدر باید نگیرن، بیشتر از 60 تا 80 گرم پروتئین در روز اجازه بر از اینا نیست. بله. و در پلیز میتونه مقدار زیاد مواد بگیره، فعالیت های فیزیکی نرمال را میتونه اجرا کنه، ولی تو نه که به طور مثال در کلاب باری بیلدینگ برن، فعالیت های طاقت فرسا ممکن حالت از اینا را تشدید کنه. در مرحله حاد و بر مریض گلوکوز میتیم، ولی در مرحله مزمن نظر به این که وایرس در کدام مرحله قرار داره، بر مریض دواهای مختلفی که به طور مثال انتاکاویر و تنوفویر ادوی مختلف وجود داره عیار میشه، دیوریشن تداوی از یک سال گرفته تا به 5 سال. مریضایی که به طور مثال از طرف هند و پاکستان اینا مراجعه میکنن، رژیم شکل دیگه تداوی بر از اینا وجود است که هر هفته یک پیچکاری میگیرن به مدت 48 هفته کوی پیگ انترفرون الفا 2 اس. نظر به می، نظر به حالت مریض، نظر به اینکه حمل داره نداره، دوا عیار میشه و کوشش میشه که مریض از رفتن به طرف سیروز که یک حالت غیر قابل برگشت است خودداری شوه. هرگاهی که در نزد یک فرد سیروز به وجود آمد، جگر به یک نزد غیر فعال تبدیل شد، تداوی اوج فایده نمیکنه، جگر به یک نزد تبدیل شده که دیگه حیاتیت نداره، سرطان به طور مثال کی تداوی کرده میتونه. بنابر این کوشش شوه که وایرس غیر فعال ساخته شوه تا به اون مرحله نره. وقتی که به اون مرحله رفت، باز یگانه راهی هست که بر مریض به طور مثال جگر دیگه جگر نصب شوه که میره به نام لیور ترانسپلنتیشن میگن. بله. و ممکن است بر مریض فقط 5 سال حیاتیت ببخشه و بس خلاص. به این خاطر پیش مریضا باید کوشش شوه تا هپاتایت به اون مرحله نره. وقتی که به اون مرحله رفت، یک مرحله غیر قابل برگشت. ممنونتون، لطف کردین دکتر صاحب در برنامه تشریف آوردن، همیشه صحتمند باشین. تشکر، شما زنده باشین. سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان، کسایی که بیننده برنامه رسم زندگی هستین. برنامه های ما رو میتونین از طریق کانال خورشید در یوتیوب هم تماشا بکنین. برتون جمعه عالی آرزومند هستم، زندگیتون پر از نور الهی، صحتمند باشین. بدرود.